قدیما یه عده آدم بودن که خاک میخوردن، کاگل میخوردن، مهر میخوردن، به اینا میگفتن گل خور. علم پزشکی امروز ثابت کرده که اینا یه سری مواد معدنی تو بدنشون کم بود که میلشون به خوردن خاک و اینجور چیزا میکشیده. الان دیگه نیستن، ولی ما کاری به این کارا نداریم. القصه یه گل خوری میره مغازه شکر فروشه. شکر فروشه به جای وزنه یه کیلویی یه کلوخ گلی درست کرده بوده و گذاشته بوده توی ترازوش. گلخوره وارد میشه میگه آقا یه یک کیلو شکر به ما بده. یه تیکم از این وزنه میکنه میذاره دهنش. شکر فروش آدم زرنگی بوده، میفهمه این گلخوره میره آقا برات الان شکر میارم، خوبشم میارم. میره اون پشت که شکر بیاره، آی طول میده که چی بشه؟ که گلخوره قشنگ از این وزنه یک کیلو بکنه و وزنه هی وزنش کمتر و کمتر و کمتر بشه. گلخوره هم فکر کرده بوده خیلی داره زرنگی میکنه که تا شکر فروش نیست هی داره تون تون از این گلا میخوره. وقتی شکر فروش میاد شکر رو بکشه، این 300 گرم از این وزنه خورده بوده. در اصل به جای 1 کیلو چقدر کشیده میشه؟ 700 گرم کشیده میشه. سعدی این حکایت رو آورده و میگه بعضی از آدما فکر میکنن خیلی زبل و زرنگن، گل میخورن، شکر از دست میدن. خیلی از آدما رو تو جامعه امروز میبینیم که گل خوری میکنن و شکر رو میبازن. کسی که تو رابطه تعهد و تعهل که با همسرش یه پیمان بسته و یه زندگی رو تشکیل داده، خیانت‌های پنهانی میکنه، فکر میکنه خیلی زرنگه. گل میخوره، شکر از دست میده. من ندیدم اینا آرامش داشته باشن، من ندیدم حال اینا خوب باشه. کسی که کم فروشی به مردم میکنه یا حساب مردم رو نمیده، گل میخوره، شکر از دست میده. کسی که برای مردم میزنه فکر میکنه زبله، گل میخوره، شکر از دست میده. کارما به خدمت همه اینا میرسه. میخوام یه لحظه دست جمعی مکس کنیم، فکر کنیم کجاها گل خوردیم و شکر از دست دادیم. هر کدوممون خودمون بهتر میدونیم کجاها گل خوری کردیم. یه لحظه تحمل، فقط همین.